ای سر نامه نام تو عقل گره گشای را، ذکر تو مطلع غزل طبع سخن سرای را. با نام و یاد خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی. بسیار خرسند هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم با شما خوبان همراه و همسخن و همدل هستیم. امیدوارم هر جایی که هستین جانتان جور باشد، تنتان سالم باشه، ایام و کامتان. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم با موضوع اخلاق تعلیم و تربیت. سلام علیکم جناب دکتر توکلی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب حیدری و خدمت همه بینندگان گرامی سلام و عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستن خوب و خوش و سرحال و سلامت باشن و امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه مفید و مثمر ثمری در خدمت شما و بینندگان داشته باشیم. انشاءالله حتما این قسم خواهد بود. درس معلم مربوط زمزمه محبت، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. این شعر شما بارها شنیدید و بحث امشب ما هم درباره نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت هست در ادامه سلسله بحث های اخلاق تعلیم و تربیت. قطعا شما به عنوان پدر یا مادر یا معلم و آموزگار یا دانش آموز و محصل و دانشجو در این قسمت حتما خاطرات زیادی دارید، تجربه های تلخ یا شیرینی ممکنه داشته باشید در خانواده، در مکتب، مکاتب و حتی در دانشگاه، از این که ممکنه یک معلمی، یک استادی یا پدر و مادر با شما با محبت برخورد کرده باشه، یک نقطه ای را با محبت به شما یاد داده باشه، چقدر اون نقطه برای شما شیرین و آموزنده بوده باشه شده باشه، یا خدای نکرده با خشونت و بدور از مهرورزی با شما رفتار شده باشه یا با طفل شما رفتار شده باشه، چه خاطری تلخی در ذهن و جان شما نقش بسته باشه که تا آخر عمر پیامدهای او با شما باشه و او را شما هرگز فراموش نکنید. بله، یکی از آسیب‌های بسیار جدی که در تعلیم و تربیت ما در کشور افغانستان مشاهده میشه همین کمبود محبت هست یا حتی استفاده از خشونت در امر تعلیم و تربیت. پس اجازه بدید این موضوع را بحث کنیم امشب با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی بزرگوار. اما قسمی که من خدمت بینندگان هم عرض کردم و موضوع را مطرح کردم، محبت و مهر در تعلیم و تربیت هم از خانه و آموزشگاه ها چی مکاتب چی دانشگاه ها چقدر مهم هست و چقدر در بهبود آموزش ما و بهبود تربیت ما سرنوشت ساده. بحث را از اینجا شروع میکنیم که اساساً سلامت روح بشر وابسته به محبت دیدن است. در نقطه مقابل میتوان گفت که روحی که تشنه محبت است و فاقد محبت ندیده مثل زمین بایر و خشکی است که سالها منتظر باران است اما باران به او نرسیده و به شدت در واقع نیازمند آمدن باران محبت. انسان موجودی است که دوتا بعد داره وجودش، بعد جسمانی و بعد روحی. هم بعد جسمانی ما جدیداً اثبات شده در مباحث روانشناسی و حتی فیزیولوژی، بله، و هم بعد روحی ما به شدت محتاج محبت هست. اصلاً ظرف جان ما صرفاً با محبت پر میشه ولا غیر. شما در این ظرف هر چی بریزید غیر از محبت، که حالا بعداً عرض میکنیم که خداوند هم که
نظام هستی را آفرید، بر اساس محبت آفرید. فرمود که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. فرمود من یک گنج مخفی بودم و میخواستم که معرفی بشم، دوست داشتم که بندگان من را بشناسند و به من محبت بورزند. بعد جهان را آفریدم تا شناخته بشوم و بندگان به من محبت بورزند و من هم به اونها محبت بورزم. یعنی انگار فلسفه این خلقت همین محبت است، عشق هست، یک جاذبه عظیمی است که در نظام هستی وجود داره. ببینید چرا انسان ها از تنهایی گریزانن. جناب آقای حیدری، آدم ها معمولا دوست ندارن تنها باشن، دوست ندارن که در انزوا باشن. علتش اینه که وقتی که تنها هستن محبت نمی بینن. لذا مولانا میگه می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغله مهتدی. چرا میخوان در جمع باشن؟ چون محتاج و نیازمند محبت دیگران و دیده شدن هستن. و دیده شدن، بله، دوست دارن احساس خود ارزشمندی در اونها تقویت بشه. مثالی که عرض کردم خدمتتون مثال بسیار بسیار دقیقی است که واقعا روح ما مثل همون زمین بکر و بایر و خشک و باران ندیده است که صرفا با بارش محبت، با باران محبت سیراب میشه. همه بینندگان گرامی ما این مسئله رو تجربه کردن. حتی این قضیه در مورد حیوانات هم اثبات شده. در جدیدترین یافته های روانشناسی و مباحث فیزیولوژی اثبات شده که حیوانات شأن اخلاقی دارن، محتاج محبتن. قرآن هم این مسئله رو تأیید میکنه، میگه و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. سوره انعام آیه 29 میفرماید که هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای در نظام هستی پرواز نمیکند الا اینکه اینها امتن. امتن یعنی چی؟ یعنی دارای عقلن، دارای شعورن، دارای شأن اخلاقین، مرکب از عقل و عاطفه هستن، محتاج محبتن، مسئولیت دارن، حشر و نشر دارن. بله. و احساس لذت و رنج دارن. از محبت روح اونها در واقع سیراب میشه و از بی محبتی و بی اعتنایی روح اونها کدر میشه، میمیره. بله. شما حتما بینندگان عزیز ما شنیدن که وقتی به یک حیوانی، به یک گاوی، گوسفندی محبت بیشتر میشود، او شیردهی او بیشتر میشه. به درخت وقتی محبت بشه، گلدهی و برگدهی او بیشتر میشه. تمام نظام هستی محتاج محبتن. لذا این اصل اولیه است که ما به همین مقدار اکتفا میکنیم در این زمینه. بله. و اصلا زندگی بدون محبت دقیقاً میشود زندگی جمادات. انسان ها و حیوانات بدون محبت نمیتونن زندگی بکنن. تربیت هم بدون محبت امکان نداره. از این مهمتر، تعلیم هم بدون محبت امکان نداره. چرا؟ تعلیم ببینید، تعلیم یک سری معلومات و واژه های خشک و غیر قابل انعطاف نیست که به زور به خورد انسان داده بشود. یک سری داده ها و اطلاعاتی که ما در کامپیوتر میتیم و او سی پی اش ای رو محاسبه میکنه و بعد یک سری نتایج به ما میده. بله. پس این فرایند تعلیم یک انسان و آموزش یک انسان با این فرایند بسیار فرق داره. دقیقاً. بله، ببینید، وجود انسان باید پذیرش بکنه تعلیم. معلوماتی که معلم به یک محصل میده باید توسط این وجود قابل پذیرش باشه. تعلیم بدون محبت قابل پذیرش نیست. ارگانیزم وجودی ما، چه ارگانیزم جسمی و چه ارگانیزم روحی، محتاج محبت هست. اصلا دافعه و ایجاد میشه و گارد میگیره. درست. حتی مثلا یک مثلا معلم فیزیک یا معلم ریاضی یا کیمیا یا بیولوژی که اینا علوم خاص هستن، اگر مثلا بدون محبت و با خشونت، بدون اینکه عاطفه به خرج بده، اینا بیایه مثلا به شاگردای خود این مضمون ها را درس بده، اصلا فرایند تعلیم حاصل نمیشه. شما اگر با خشونت با محصل برخورد بکنید، اصلا و ابدا محصل نمیفهمد. این مسئله اثبات شده است. یعنی ذهن از یک جای دیگه کاملا ذهن ما گارد میگیره.
ارگانیزم وجودی ما گارد میگیره در مقابل این مسئله، بله. دافعه ایجاد میشه، به هیچ عنوان فرآیند تحصیل و تعلم ایجاد نمیشه. باید با... لذا گفته میشه که زبان بدن معلم از زبان نطق او مهمتره. یعنی متعلم اول به چهره شما نگاه میکنه، اول چهره معلم یک بار اسکن میکنه. معلم وقتی وارد صنف میشه اولین کاری که محصل میکنه اینه که تمام زبان بدن او رو اسکن میکنه، میبینه که امروز معلم خوشحال است یا ناراحت است، غمگین است یا شاد است، افسرده است یا پر از شور و نشاطه، چه ناامید است یا امیدواره. همه اینا رو اول اسکن میکنه، بر اساس او گیرنده های حسی ارتباط برقرار میکنه قبل از اینکه حتی سخن و گفتگوی صورت بگیره. و بعد اگر اینها مثبت باشه، این سیگنال ها اگر مثبت باشه، فرایند تعلیم و تعلم از اینجا شروع میشه. بعد میرسیم به مرحله سخن گفتن و انتقال معانی. درست. لذا بسیار مهمه شما طرف یک کودک، یک طفل دو ماهه اگر اخم بکنید، قطعاً چهره او، خطوط صورت او عوض میشه و او هم در مقابل شما گارد خواهد گرفت. اگه لبخند بزنید، او آماده پذیرش مباحث و مطالب بعدی میشه، ممکن از شما غذا بپذیره و حتی به بغل شما بیاد و مراحل بعدی. کاملا این مسئله اثبات شده است. بله. خب ممکنه بعضی از معلم ها بگه که ما اگر بیاییم محبت کنیم یا خوشروی باشم، اگر به محصلای خود و متعلمای خود او قاطعیت لازم نداشته باشم، اونا از ما سوء استفاده کنند. یک در واقع اینجا مرزی که مراعات کنه بین محبت و از اون طرف قاطعیت، مرز قاطعیت و خشونت اینجا از بین میره. نکته بسیار خوبی است. بسیار خوبی درست کرد. بله، دقیقاً همون مطالبی است که بله. الان بگیم خب. ببینندگان عزیز ما باید به این مباحث دقت کنند که محبت یک فرایند بی سر و ته و دارای افراط و تفرید نیست، حساب و کتاب داره، بر اساس یک نظمی باید باشه که من اگر اجازه باشه چند تا از موارد عرض بکنم. خیلی خوب، پس همینجا یک درنگ داشته باشین در بخش بعدی برنامه. بله. باز برنگردیم و حتما این نکات از زبان خوش. شما میشنویم. دعوت میکنم به دیدن میان برنامه. شما بینندگانی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید، حتما خاطرات در ذهن شما از زمان مکتب نقش بسته و زنده شده، یا به عنوان فرزند اگر هستید در خانواده، اگر خدای نخواسته پدر و مادر با شما خشونت ورزیده یا مهرورزی هایشان نادرست بوده و او قسمی که علم و مخصوصا دین ما سفارش کرده و مد نظرش هست در او چارچوب و چوکات نبوده، شما حتما برای شما سوال های خلق شده و ما هم از طریق پیامگیری مثبت 964-780-255-4013 در واتساپ و تلگرام که در اختیار شما هست و پول ارتباطی ما با شما خوبان هست، منتظر این نکته های شما هستیم. صدا و ویدیوهایتان میتونید که به ما بفرستید از همین طریق. خب اجازه بدین برگردیم ادامه بحث خدمت دکتر توکلی عزیز. خب محبت کردن و مهرورزی حتما یک سری شرط و شروطی داره، یک سری آدابی داره، تا خدای نخواسته از او طرف ما از او لبی بام نیفتیم و هم افراد نشود درش و هم اینکه اون آثار و پیامدهای درستش در تعلیم و تربیت به بار بیاره. خب
این حد و حدود و این شرط و شروط چی هست، تا اینکه همون قسمی که قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم، در عین حال یک آموزگار و استاد در عین حال که مهر می‌ورزه قاطع هم هست، خشونت هم به خرج نده. نکته بسیار خوبی است. یک سری شرایطی داره محبت کردن تا به او عوارض منفی ما دوچار نشیم. قطعا هر چیزی در نظام هستی حد و حدودی داره، هیچ چیزی بدون حد و حدود نیست. اندازه نگهدار که اندازه نیکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. بله، چند تا مطلب من اینجا عرض میکنم. اولا اینکه محبت باید واقعی و حقیقی و راستین باشه، تصنعی و غیر طبیعی نباشه. ببینید، اصلا محبت به صورت تصنعی ممکن نیست، انتقال پیدا نمیکنه. ولی دیپلمات‌ها در این قسم بسیار ماهر هستن و همدیگر در این حالی که لبخند میزنن، ولی خب زیر لبخند اینها اونها در حقیقت بازیگرن. بله، ولی اما در برابر بچه‌ها، بله، اونا نقش بازی میکنن. بله، و مخاطبشون هم متوجه میشه که در واقع محبت نیست، این نقش بازی کردنه. بله، ما وقتی میخوایم برای متعلم و برای بچه ها محبت ببرزیم، اولا باید کودکان و متعلمین دوست داشته باشیم. کسی که کودکان و متعلمین دوست نداره، حق نداره ادعا بکنه که بگه من معلم یا مربی هستم. باید عاشقانه انسانها رو که مخلوق خدا هستن دوست داشته باشیم. به قول سعدی میگه به جهان خرمزانم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بنابراین باید چون این دیدی داشته باشه. بله، بله، معلم. دقیقاً، باید عاشقانه مثل یک مادر مهربان، مثل یک پدر مهربان متعلم دوست داشته باشیم. چقدر زیباست این جمله که معلمی شغل انبیا هست. بله، یعنی این معلم اگر از این منظر نگاه کنه به یک کار خودش، بله، قطعا همراه قطعا با محبت و مهربانی هست. بله، قطعا اینجوری است. بله، و اگر این محبت راستین و حقیقی و واقعی باشه، عرض کردم سیگنال های وجود کودک و متعلم ایر میگیره و به اون نتایج حقیقی میرسیم. ببینید، یک کشاورز، یک زارع باید زمین را حقیقتا شخم بزنه، حقیقتا باید به زمین آب بده. اگر در خیال خو، در تفکرات و اوهام خو بخواد زمین شخم بزنه، اون نتیجه حاصل نمیشه، این زمین بارور نمیشه و محصولی که باید بده نمیده. روح انسان هم اینجوری است، با محبت شخم زده میشود، با محبت آبیاری میشه، با محبت رشد میکنه، به تعالی میرسه، استعدادهای انسان به فعلیت میرسه. این نکته اول. بله، مثلا ببینید کودک از کجا میفهمه محبت؟ از تغذیه درست. اگر کودک گرسنه نمیشه، روانشناسا میگن به موقع باید به او غذا داده بشه. اگر این غذا دیر داده بشه، یا اگر خود خور تر میکنه یا به اصطلاح خیس میکنه، باید بلافاصله لباسش عوض بشه. اگر عوض نکنه، مادر او رو عوض نکنه، احساس خود ارزشمندی در وجود او میمیره، اعتماد به نفس او از همینجا ضعیف میشه. لذا اگر به موقع تغذیه بشه، به موقع به او رسیدگی بشه، به موقع از او مراقبت بشه در مقابل خطرها، به موقع اگر کار خوبی انجام داد تحسین بشه، آفرین گفته بشه، به موقع پدر و مادر و معلم با او همبازی بشن. ببینید، فرایند تعلیم یک فرایند خشک غیر قابل انعطافی که از طرف معلم صرفا القا میشه به صورت دیکتاتور معابانه و متعلم باید بپذیره، که روش های سنتی بوده، یک چون چیزی نیست. در سیستم های جدید میگن اصلا تعلیم یک نوع بازی است، زندگی اصلا یک نوع بازی هست. و چی زیبا فرموده پیامبر ما، که ایره در فکر کنم از شاعر سعدی باشه اگر من اشتباه میکنم، که چون سر و کارت با کودک فتاد، از زبان کودکی باید گشاد. از سعدی یاد مولانا؟ دقیقاً، مال سعدی. علیه مال سعدی. و پیغمبرم فرمود که با کودکان با زبان کودکی سخن. دقیقاً. درود بر شما. نکته بعدی اینه که ببینید، در چیز محبت باید عدالت رعایت بشه. یعنی همونطور که پدر مادر نسبت به یک کودک محبت میکنن، نسبت به برادر و خواهر او هم باید محبت بکنن. اگر عدالت رعایت نشه، یعنی بیش از حد استحقاق یا کمتر از حد استحقاق محبت بشه، نتایج عکس داره. یا اگر به یک کودک، به یک طفل ما محبت میکنیم، به دیگری محبت نمیکنیم، تبعیض در محبت، عقده‌مندی ولی ایجاد میشه. تبعیض نباید باشه. معلم باید انسان حکیم و با فراست و نکته‌سنجی باشه که دقیقاً بدانه که این
تیر محبت کی پرتاب بکنه از کمان خودش و به چه میزان و چه اندازه محدوده کار خود بفهمه. باید بداند که این متعلم الان یک کار مثبتی کرد، در مقابل یک کار مثبت باید پاداش بگیره، و از اون طرف اگر کار منفی کرد از محبت معلم محروم بشه، تنبیه شود. تنبیه بشه که میگیم یعنی کاملا بله. یک بحث تربیتی و آموزشی هست. بله. محروم بشه از محبت بله. کودک. بنابراین کودک باید احساس بکنه که واقعا معلم او درک میکنه، میفهمه و نسبت به حرکات مثبت و منفی او حساس هست. و نکته بعدی اینه که محبت نباید انحصاری باشه، یعنی ما نباید کاری کنیم که صرفاً من پدر یا من مادر یا من معلم به کودک محبت کنیم و به دیگران اجازه محبت کردن به کودک ندیم. بعضی از پدر و مادرها یا معلمها اجازه نمیدن که این کودک از محبت دیگران بهره مند باشه، مثلا مدیر مکتب یا معلم دیگر یا فرض کنید که پدر و مادر میخوان به این کودک محبت کنن، این شخصی که در واقع مربی او هست احساس میکنه که اگه دیگران به او محبت کنن آمدن داخل حریم او، توجه کودک از این شخص کم میشه، کم میشه. و این فکر غلطی است. باید کودک احساس بکنه که موجود مستقلی است، در هر محیطی در هر شرایطی اگر کار مثبتی از او سر بزنه مورد محبت قرار میگیره و این محبت یک پاداش است، پاداش مناسب میگیره. بنابراین اگر احساس کنیم که محبت کردن به کودک در انحصار ما هست، یه هم ضد تربیت است، ضد تعلیم است و نتیجه عکس داره، استقلال کودک ما دچار خدشه کردیم. نکته بعدی که شما به زیبایی اشاره کردین اینه که محبت ما نباید مانع اقتدار ما باشه، یعنی کودک باید بدونه که ما یک خط قرمزهایی داریم، مخصوصا خط قرمزهای اخلاقی. اگر کودک پاخور از گلیم خود دراستر کرد یا وارد حریم دیگران شد یا بعضی از اصول اخلاقی زیر پا گذاشت، اینجا باید بداند که با کمبود محبت مواجه میشه، محروم میشود از محبت مربی. و اقتدار نباید زیر سوال بره. شما مثلا به او گفتید که آقا یک صفحه کتاب خود یا دو صفحه بنویس، و شرطش هم اینه که تلویزیون وقتی میگذارم که تو نگاه بکنی که این مشق خود نوشته باشی. بله. اگر او بیاد و سوء استفاده بکنه از عواطف شما و این خط قرمز زیر پا بگذاره، اقتدار شما زیر سوال رفته. اینجا این محبت ضد تربیت هست، این محبت باعث میشه که این شخص بسیار پرتوقع بله. و در واقع خودخواه و متکبر بشه که ما نمیخوایم کودک به این مرحله برسه. در همینجا حالا وقتی کمی میان برنامه داره کوتاه جواب بدید. بسیار پیش آمده که بچه لجبازی میکنه بله. اینجا چی کار کنیم؟ یعنی پدر یا مادر گفته که این تکلیف خانگی، کار خانگی دیگه انجام نتی، نمیتونی مثلا اون تلویزیون ببینی، نمیتونی بری بازی کنی، این گوش نمیکنه حرف پدر مادر، به زور باید متواصل شو پدر مادر؟ زور منظور خشونت نیست، باید قاطع برخورد بکنه، یعنی در سخن و چهره مربی کودک باید قاطعیت بفهمه. ببینید من خیلی کوتاه عرض میکنم، روانشناسا میگن چرخه باطل تربیت این است که کودک میاد لجبازی میکنه، شما در مقابل لجبازی او کوتاه میایید، هرچی او گریه میکنه، سر صدا میکنه، شما این کوتاه آمدن دقیقاً ضد تربیته. او آثاری که بر تربیت بار میشه اینجا بار نمیشه و نتایج عکس میگیره مربی، و دقیقاً کودک لجباز، خودخواه، متکبر، پرتوقع میشه. و ما میخواییم روح او تربیت بکنیم، دقیقا روح او اینجا نتیجه برعکس میگیریم. بسیار سپاسگزار هم از توضیحتان. بازم همراه با بینندگان عزیز یک میان برنامه رو میبینیم، باز ادامه بحث در خدمت شما هستیم. بله، دعوت میکنم به دیدن میان برنامه بسیار کوتاه. Oh,
بسیار سپاسگزار هستیم که با برنامه خودتان، برنامه با وقت بیداری همراه هستین. بدون اینکه وقت از دست بدیم اجازه بدین برگردیم ادامه بحث خدمت کارشناس محترم. بله جناب دکتر توکلی عزیز، شروطی را، اکثر شرط و شروط و حد مرز را برای محبت کردن درست و معیاری بیان فرمودید. خب اگر این شروط رعایت نشود، خب این شروط میگیم رعایت نشود، یعنی یا افراط میشه یا زیاده روی در محبت میشه یا تفرید میشه. ما فعلا همه بحث تفرید در محبت یا کمبود در محبت که یکی از مساقهای محبت های نابجا یا ناقص هست، چه پیامدها و چه مشکلاتی رو به بار میاره؟ بله، یکی دیگه از شرایط محبت که ما در واقع در قسمت قبلی نگفتیم و الان خیلی کوتاه عرض میکنیم تا بعد از این بفرمایش شما، اینه که باید محبت متناسب با سن و سال و شخصیت و جایگاه کودک باشه. این خیلی مهمه که ما محبتی که نسبت به بچه 5 ساله میکنیم با بچه 15 ساله محبت نکنیم. اون نوجوان یک نوع توهینه، یک نوع در واقع بی محبتی هست. حتی خود هست. اون طرف هم این رو قبول نمی کنه، یعنی در چیزش یک چیز عجیبی می آید. بله، مثلا ببینین کودک 5 ساله دوست داره که به تغذیه او رسیدگی بشه، به خواب او رسیدگی بشه، به در واقع محبت حسی میخواد، محبت فیزیولوژیکی میخواد، در آغوش گرفته بشه. اما نوجوان 15 ساله و 16 ساله یک چنین نیازهایی نداره. نیاز داره که ما به شخصیت او احترام بگذاریم در مقابل دوستانش، در مقابل همسنفی های او، در مقابل همشاگردی ها و معلمین دیگه. ما حرف او رو گوش کنیم، شنونده خوبی باشیم نسبت به او و به او به عنوان یک انسان بالغ احترام قائل بشیم. این خیلی مهمه. نیاز نداره که او در آغوش بگیریم یا به او غذا بدیم یا چیزای دیگه. این تشخیص نوع محبت نسبت به فرد و سن و سال و شخصیت و جایگاه او بسیار مهم است. بسیار مهمه. بله، خیلی مهم است. نکته ای که فرمودید، ببینید اگر کمبود محبت صورت بگیره که معمولا در افغانستان عزیز ما، در خانواده ها، در مکاتب، معمولا این یک آسیب شایع هست که محبت خیلی کم میشه و بیشتر ما از روش های پرخاشگرانه و در واقع اقتدار طلبانه، دیکتاتور مابانه استفاده میکنیم. نتیجهش ایجاد عقده حقارت هست در شخصیت ربی و کودک یا طفل، هر عنوانی که میخواین اسمش بگذارین. بله. یک طرف مربی است، یک طرف دیگه متربی، یک طرف در واقع معلم است و طرف دیگه شاگرد هست، محصل هست. این عقده حقارت مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکنه که من با توجه به کم بوده وقت میخوام که خیلی کوتاه عرض کنم. یکیش اینه که فرصت داریم. بله. باعث ایجاد کمرویی و ضعف اعتماد به نفس میشه در طفل، در کودک، در نوجوان. این دیگه نمیتونه توانایی ها خود در عرصه اجتماع و در بین دیگران نشون بده، خود در واقع باور نداره، نیروهای باطنی خود باور نداره، به سمت شکوفا شدن استعدادها هم حرکت نمیکنه. دومین عارضش اینه که باعث عدم استقلال شخصیت در بزرگسالی میشه. کسی که دچار کمبود محبته شخصیت وابسته میشه، دائما محتاج جلب توجه دیگران هست، حاضر هر کاری بکنه حتی به خودش آسیب بزنه برای که توجه دیگران جلب بکنه. و این اصلا با عزتمندی انسان در واقع در تنافی و در تضاد هست. انسان عزتمند حاضر نیست به خودش آسیب برساند تا دیگران به او توجه بکنن. و همین ممکنه زمینه شوه که در دام دوستای ناباب بیفته. در خانه وقتی که تحقیر شد یا در مکتب و در صنف وقتی که تحقیر شد، باید این کس از جای دیگه یه حقارت رو جبران کنه. اولا که در همون سن سال ممکنه در دام دوستای ناباب بیفته. بله. و در بزرگسالی ممکنه یک آدمی مستبد و زورگوی شوه. دقیقاً. ببینید روانشناسا میگن که انسان ها بر اساس طرحواره های خودشون حرکت میکنن. کودکی که در کودکی محبت ندیده، در بزرگسالی وقتی که پدر میشه، مادر میشه، معلم میشه، نمیتواند به دیگران محبت بکنه. گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. یا فلاسفه میگن فاقد الشی لا یعطی، خفته را خفته کی کند بیدار. باید ما در کودکی ظرف وجود کودک پر از محبت کنیم تا ای بتوانه از این سرمایه در جامعه، در بیرون، در تربیت فرزندان استفاده بکنه. بله. آرزه سوم این است که
توانایی حل مسئله را از دست میده. آدمی که عقده‌مند هست، ببینید زندگی پر از مسئله است، اصلا زندگی حل مسئله هاست. ما یک مشکل حل میکنیم، مشکل بعدی میاد، مشکل بعدی و بعدی و بعدی. زندگی مجموعه مسئله ها و پرابلم هاست. گرسنه ایم، غذا میخوریم، باز تشنه میشیم، باز خسته ایم، باید بگیریم بخوابیم، باز جان ما مثلا کثیف میشه، باید بریم به حمام، لباس ما کثیف، اینا همه مسئله است. کسی که دچار عقده هست در توانایی حل مسئله را از دست میده. خودکشی هایی که ایجاد میشه در جامعه و زیاد هم هست، متاسفانه محصول کمبود محبت در دوران کودکی و نوجوانی است. فرار از خانه، اینکه نوجوان یا کودک از خانه فرار میکنه، همه اینا محصول این است که در کودکی یا در نوجوانی محبت ندیده. حتی مشکلات فیزیولوژیک و جسمانی مثل بی اشتهایی، بسیاری از بی اشتهایی ها محصول کمبود محبت. پزشکان حاذق میگن اگر یک کودکی سر سفره نشست و نان نخورد، این به این معنا نیست که مشکل جسمانی داره، نه، این محتاج محبته، میخواد جلب توجه بکنه. اگر به او محبت بکنید، اینجا بی‌اشتهایی و از بین میره. بدبینی و سوء ظن ایجاد میشه. کسی که محبت نمیبینه، دیگران آدمهای دوست داشتنی و قابل دوست داشتن نمیبینه، از اونها فرار میکنه. پرتوقعی، زودرنجی، انسان‌های زودرنج کسانی هستند که در کودکی اینو ببینید، این مشکلات در بعد از ازدواج خیلی جاها خودخور نشون میده. درست. و ما ریشه های اینا رو نمیفهمیم، چون این شخص در کودکی محبت ندیده دچار زودرنجی میشه. انزوا طلبی، آدمی که محبت ندیده انزوا طلب میشه، در عرصه جامعه نمیتونه نقش خود درست ایفا کنه. و نکته آخر، خیال بافی. آدمی که محبت ندیده، این در واقع آدم گوشه‌گیر، خیال بافی میشه که میره به سمت افسردگی، میره به سمت دوری از جامعه. و یک چنین موجودی در واقع از درون تهی میشه، انرژی زندگی از او گرفته میشه. به نکات بسیار مهم و ارزشمند و کاربردی اشاره کردید. خب در 5 دقیقه آخری که از بحث ما، از برنامه ما باقی مانده، دوست دارم این سوال مطرح شده که شما یک طرفش گفتید که کمبود محبت است، ولی بعض وقتا مخصوصا پدر مادرها بیشتر به ایدام میفته و اویی که افتشار افراد در محبت میشه، بیش از حد به بچه های خودشان محبت میکنه. البته ممکنه در بعضی از معلم ها یا حتی استاد ها هم باشه، ولی کمتر هست. اونا بیشتر دچار کمبود محبت هستن، ولی پدر مادرها بیشتر دچار افراد در محبت میشه. اگه کسی به این وضعیت افتاد، چه پیامدهایی برای خانواده و مخصوصاً او طفل یا نوجوان یا جوانش به وجود می آید؟ کسی که دچار در واقع افراط در محبت دیدن شده، اولین عارضه این است که شخص پرتوقع و خودشیفته‌ای بار میاد. یعنی دوست داره دائما همه به او محبت بکنن و محبت های افراطی بکنن بدون دلیل و سبب. از همه طلبکار هست، از همه طلبکار، خودخواه. این آرزه در بیرون از خانه، در عرصه اجتماع بیشتر خودخور نشون میده. ببینید پدر و مادری که افراط، در واقع محبت افراطی میکنن به کودک، این جوری بار میارن که این شخص متوقعه که همه افراد جامعه نقش پدر و مادر او ایفا بکنن. خب جامعه، بستر جامعه مثل بستر خانواده نیست. ما در محیط جامعه بدبستان داریم، داد و ستد داریم. بر اساس تعاملاتی که ما با دیگران داریم، اگر کار مثبتی بکنیم، از اونها پاداش میگیریم و پاداش به صورت تحسینه، و الا تنبیه میشیم. یا اقسام تنبیه هم متفاوت است، تنبیه صرفا تنبیه بدنی نیست. بله. خب این که ما توقع داشته باشیم که همه افراد عاشقانه مثل پدر و مادر افراطی ما به ما محبت کنن، چون این کاری نمیکنن، نتیجهش اینه که ما باز دچار عقده میشیم، با دچار پرخاشگری میشیم، دچار تضادها و تناقضهای درونی میشیم. موجود خودشیفته دچار تروماها و ترسهای عجیب و غریب میشه. از خودش میترسه، از دیگران میترسه، میگه نکنه من الان برم در عرصه اجتماع، داخل صنف، در دوکان، در مغازه، در بین همسن و سالان، اینا مثل پدر و مادر به من محبت نکنن. و باز مهمترین نکته این است که سرکشی و طغیان ایجاد میشه. احساس میکنه که دیگران اون محبتی که حق او هست به او نمیکنن، مثل پدر و مادر، در مقابل اونا پرخاشگری میکنه، طغیان میکنه و فکر میکنه حقی از او ضایع شده، در حالی که حقی ضایع نشده. این شخص، شخص بسیار پرتوقع، نتیجه ای چی است؟ تکبر است. وقتی احساس روانشناسان
میگن تکبر محصول احساس حقارت و کمبود محبته. انسان متکبر کسی است که در درون خودش احساس خودکمبینی، احساس خودکوچکبینی داره. بله. و وقتی که به خودش نگاه میکنه میبینه احساس خودارزشمندی در او بسیار ضعیف هست، دیگران توجه لازم به او نداشتن مثل پدر و مادر. بله. در مقابل او یک عکس العمل تدافعی از خودش در واقع بروز میده و او تکبره، یعنی بدون دلیل با دیگران متکبرانه، با غرور، با تبختر، با خودکامگی. تکبر نتیجه کمبود محبت، کمبود محبت. در محبت نه، نتیجه افراط محبت از ناحیه پدر و مادر. بله. و ندیدن محبت در بستر جامعه از دیگران. بله، یعنی این طرباره در بستر جامعه محقق نمیشه. بله. بعد دوچار عقده میشه از ناحیه دیگران. در مقابل اون عکس العمل تدافعیش چی است؟ تکبر است. باز این تکبر دوباره باز تولید میکنه احساس حقارت و عقده، و این باعث ایجاد پرخاشگری، باعث ایجاد ناهنجاری های اجتماعی. بله. میشه. و نکته آخری که من اینجا عرض بکنم اینه که ببینید ای در واقع افراط در محبت از ناحیه پدر و مادر که گفتیم منجر به خود کمبینی میشه، باعث ایجاد دورویی و نفاق میشه در افراد انسان ها. چه قسمی؟ بله، به این صورت که نکته آخر باشه. بله. توضیح نکته بفهم. آخر اینه که ببینید دائما سعی میکنه که نقش بازی کنه، خود یک موجودی بزرگتر از آنچه که هست نشان بده تا محبوب دیگران بشه، تا اون محبت را از دیگران گدایی بکنه. محبتی که در بستر خانواده به صورت این غیر شایسته و افراطی دریافت میکرده، خارج از محدوده. بله. میخواد همون محبت از دیگران گدایی بکنه، از طریق دروغ گفتن، از طریق نفاق، از طریق خود بزرگبینی های کاذب و از طریق خیال بافی ها. میخواد خود یک چیز رویایی نشان بده، یک ابرمرد یا ابرزن نشان بده تا او توجه جلب بکنه، و این نفاق همینطور باز تولید میشه و مشکلات فراوان دیگری ایجاد میکنه. نکته آخر هم اینه که تمام هست اگر بسیار کوتاه بفرمایید. نتیجه همه اینها جنایت، جرم، پرخاشگری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و بزهکاری هست. بسیار سپاسگزار هستیم، به نکات بسیار ارزشمند اشاره کردید. امیدواریم که ما بتونیم در سایه تعالیم ارزنده اسلام و همه قسم مباحث علمی که امروز این نکات به سادگی برای ما توضیح میده، بتانیم هم در خانه یک فضای محبت آمیز را ایجاد کنیم و هم در مدارس و مکاتب و دانشگاه ها. از شما بسیار سپاسگزار هستم که با حوصله مندی با ما همراه شدید. امیدواریم که این برنامه برای شما سودمند باشه. حتما از طریق شماره پیامگیری ما در واتساپ و تلگرام که زیرنویس شده دیدگاه ها و نظرات و خاطرهای خودت در این باره به ما بفرستید. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی، شب خوب و خوش و آرامی برایتان آرزو میکنیم. شما را به الله پاک میسپاریم. الله یار و نگهدارتان.